اگر که اجازه بدیم میخواستم از اون نرم افزار MCMP استفاده بکنم. فردا قرار بونگا داریم. ای بابا اینم یادم رفته بود، الان گفت به خاطر اومد. بهشون زنگ میزنم میگم پول اونجور نشده، یه چند روز بندازن عقب‌تر. سلام. سلام قربان، چقدر خوشحال شدم دیدمتون. یه چک پیچه من دارین، اگه تشبیه بیارم بدم خدمتتون ممنون میشم. بابت چی؟ قصه آخر پروژه هاتونه. دکتر سالهی هم دستور دادن که مبلغ حق و تدریسی این ترم هم بشه اضافه بشه. خدمت شما. دست شما درد. شاید اینجا برای شروع یه زندگی کوچیک بود، انقدر کوچیکه تا عروس نتونه جایزه‌اش رو با خودش بیاره، انقدر کوچیکه آدم مجبور بشه لبه فرش 9 متری شد تا بزنه تا کف زمین جاشه. خداحافظ، خداحافظ سر آغاز فصل دلدادگی. ما دنبال نشر اطلاعاتی هستیم. شما از گزارش چند ماه پیش آقای آمانو به شورای حکام چیزی میدونید؟ چند ماه پیش آمانو یه گزارش در مورد سازمان انرژی اتمی ایران به شورای حکام داده. متن ترجمه شده‌شو می‌خوام همین الان. پیداش کن آقا. خب خلاصش که میگه فعالیت‌های هسته‌ای ایران سلامیز بوده و مشکلی نداشت. چرا تی به ترور داره؟ و اسم سه تا دانشمند هسته‌ای ما هم تو این گزارش هستش. یه گزارش مدون از فعالیت‌های قانونی هسته‌ای ایران هستش که ثابت می‌کنه برنامه هسته‌ای ایران سلامیز بوده و در واقع دنبال شر نبودن. اینا از پارسال شناسایی شدن، الان اومدن سراغشون. چون به هزار و یک دلیل داشتن براشون خطرناک میشدن. نمونهش همین گزارش. بچه ها شما میدونین که شناسنامه با مجید کجاست؟ آقا سلام. بریم عموجان. فهیم داره با پسر شهید میده خونهشون شناسنامه رو بیاره. شما همینطوری ولش کردین به امان خدا؟ نه گفتم زنگ بزنم کسب تکلیف کنم. همین الان یکی بفرست سراغشون. محسن رفت تو خونه. اجازه بازرسی خونه رو داریم؟ نه هنوز چیزی معلوم نیست. Thank you.
محسن جان شما برو بالا من الان میام. باش. الو. بهت میگم خونه من نه. وقتی تحت نظرم یعنی ممکنه شناسایی شده باشم. خونه من امن نیست. یه آدرس برات میفرستم یه ساعت دیگه اونجا باشم. تو این شرایط هم کل تیم یه جا جمع نشیم بهتره. باشه خداحافظ. بله خودش. میتونم برم؟ بله ممنون از همکاریت. خواهش میکنم. رسول تا دم در همراهیشون کن. ختم به خیر شد. همین که تونستیم سالن همایش رو بگیریم خب اتفاق خیلی خوبیه. برای دانشجو هم خیلی مفیده. بالاخره با سمینارهایی که توش میگیم به لحاظ کیفی خیلی بهشون کمک میکنه. ان شاء الله که موفقیت بشه. ان شاء الله شما هم خیلی زحمت کشیدید. ممنون از پیگیریت. اجازه مرخصی میدین. سلامت باشید. خدا نگهدار. خدا حافظ. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. بله. خسته نباشی عزیز. چی کار میکنی؟ شما هم خسته نباشی آقای من. سلامت باشی. هیچ، گرونه، گرون. گرون ایمان من و شماست. نگران این چیزا نباش. چی بگم؟ من باید یه سر برم سازمان. کاری با من نداری؟ میرسونمت. اینقدر راضی به زحمت شما نبودم. خب خودم میرم. زحمتی نیست آقا. من اتفاقا یکی دو تا خونه اول مد زدم. میرسونمت بعدش هم میریم خونه ها رو با هم دیگه میریم. پس نقشه داری عزیز. بله آقا بله بفرمایید. بسم الله.
جایی که من اطلاع دارم دکتر شهریاری سال 77 که دکتراشون رو گرفتن از همون سال تو دانشگاه امیرکبیر به عنوان هیئت علمی مشغول به فعالیت شدن تا سال 80 که استعفا دادن اومدن. شما میدونی چرا از امیرکبیر استعفا دادن؟ طبق فرمایش خودشون عدم شرایط مناسب برای ادامه فعالیت بود. پس از سال 80 اومدن اینجا درسته؟ بله. از همون سال با مرتبه استادیاری پیمانی تو گروه آموزشی کاربرد پرتوها فعالیت داشتن تا اینکه فکر میکنم سال 83 از مرتبه پیمانی به مرتبه رسمی آزمایش تغییر وضعیت دادن. شهریاری نابغه بود، کارشناس ارشد مبارزه با کرم رایانه‌ای استاکسنت بود. دکتر شهریاری دیروز کلاس نداشتن، شما میدونین برای چی اومدن دانشگاه؟ بله، همینجا بودن که تلفنشون زنگ خورد. بابت تز دکتره خانومشون با یه علینا می داشتن صحبت میکردن. علی فهیم؟ نمیدونم. پس یعنی آقای فهیم قرار دیروز رو هماهنگ کردن؟ شاید، چون خیلی با هم دیگه هشت و نشت داشتن. آقای دکتر فهیم خیلی می اومدن اینجا و می رفتن. تو ساخت اینجا هم خیلی به آقای دکتر کمک کردن. روحشون شاد. چقدر برای راه اندازی این دانشکده و مقطع ارشد این رشته تلاش کرد. روح شاد. حالا اگر من اجازه بدین تو این چند دقیقه پایانی من یه توضیح مختصر در مورد لیست دروس تخصصی که طراحی کردیم خدمتتون عرض کنم. با توجه به اهمیت و کاربرد پرتوهای هسته‌ای در علم پزشکی، صنعت و معدن و تولید انرژی، من و تعدادی از دوستانم مصمم شدیم که بتونیم به امید خدا مقطع کارشناسی ارشد این رشته رو هم راه اندازی کنیم. هم لطف خدا شاملمون شد، هم عنایت‌های جناب آقای دکتر ندیمی و حمایت‌های همه جانبه جناب آقای دکتر صالحی ریاست محترم سازمان انرژی اتمی، همه اینا دست به دست هم داد که ما موفق بشیم این کار رو انجام بدیم. مهمترین موضوع بحث برای ما طراحی چارت دروس بود و استفاده از دروس ترمی که معتبرترین دانشگاه‌های دنیا و داشته‌های خودمون اون رو هم به امید خدا طراحی کرد. آقای دکتر، خودتون میدونید که این رشته تازه راه اندازی شده. ما لحاظ اساتید و پتانسیل علمی هیچ مشکل نداریم، اما مکان این رشته منطق و فلسفه نیستش که نیاز به کلاس و میز و صندلی داشته باشه. ما نیاز به ملزومات آزمایشگاهی داریم آقای دکتر. درست میفرمایید. اون رو هم پیگیر هستیم که به امید خدا بتونیم زودتر به نتیجه برسونیم. اگر حمایت و همکاری همه عزیزان شامل حال ما بشه، زودتر کلنگ تاسیس ساختمون رو هم میزنیم که هم در آینده جایی باشه برای مقطع کارشناسی ارشد این رشته، همین که اعتباری باشه برای خود دانشگاه شهید بهشتی. به امید خدا ان شاء الله. حسن نباشید. ببخشید، خسته نباشید. بفرمایید. بله متوجهم. ولی کمکی ازم بر نمیاد. چند بار باهاشون صحبت کردم. بله آقای شهریاری عرض می‌کنم. دکتر مجید شهریاری. شو قبول نمی‌کنم. بازم باهاشون حرف می‌زنم. اگه خبری شد بهتون اطلاع میدم. خواهش می‌کنم. سلام به اساتید محترم. تو جلسه اتفاقی افتاده؟ نه، همه چی خیلی خوب بود. تو چند روز آینده نامه تاییدیه‌مون هم میاد. نقشه نظام مهندسی هم که جور شده، فقط میمونه بودجه که اونم خدا بزرگی حل میشه. ببخشید من این رو برگردم. کسی که دکتر فهیم ادعا میکنه خیلی زیرکانه خودش و دکتر شهریاری رو دعوت کرده آمریکا. قبل از هر چیزی باید فرضمون رو در مورد این آدم یقین برسونیم. اگر استوارت عضو شبکه موساد باشه، میتونیم امیدوار باشیم که از طریق ردزنی برسیم به سرجوخه تروریستا. یه فرضم بذارید که اصلا استوارت جزو این پازل نیست، اون وقت بعد از کجا شروع کنید؟
من عکسش رو میدم به کارشناسای ضد و جاسوسی و ازشون میخوام که از طریق خبرچیناش مصاحبه کنن و به ما اطلاع بدن. شما هم یه لیستی از تمام کنفرانسایی که قرار تو دنیا برگزار بشه برای من تهیه کنید. بله چشم. تمام پیشنهادهای کاریتون رو یادداشت کنید، مکتوب کنید، بدید به سپر. مرخصی. قبل از شکار بعدی خودمون باید شکارش کنم. من میرم وزارت راهکارهای بچه ها رو دستبندی بکن، بعد ما هم جلسه میذاریم. چند تا اتاقی که طبقات اول و پنجم ساخته میشه شما میتونیم به عنوان کلاس ازش استفاده بکنیم. جناب مهندس، من اون سری نگیهاتون باشه با همدیگه رفتیم یه بازدید کردیم. مسئله این بود که همه اتاقا نورگیر باشن. اتفاق افتاد دیگه، ناگزیر کلاس های یه سمت سالن نورگیری کمتر دارن. آها، یکی دیگه از نکته هم که در مورد این راپلر، حالا اگه اجازه بدیم با هم یه خورده کامل‌تر در مورد شرط بزنیم. ببخشید من الان میرم سمت بعدی. به به، آقا مهدی محبوب قلب ها، سلام علیکم. حتما باید گوشی 10 بار زنگ بخوره تا جواب بدی؟ خیلی خوش اومدی آقا مهدی. چرا برزخی؟ نه خوبم. باید ببینم مجید. خیره انشالله. خیره، میگم میخوام ببینم. چی شده؟ مجید، من امشب میام خونتون. حتما باید ببینم. حضوری باید. با طرف بزنم. همسرت هم باشه بهتر. باشه چش. ما فرض رو بریم میذاریم که هیچ چیزی نشده. من حقیقتش الان دانشگاه هم درگیر کارم. تو هم که ماشاءالله همش درگیری. بعدشه؟ بعدش هم باید برم سازمان تا شب اونجا گرفتارم. خب شک کردی که یه چیزی شده؟ اون وقت بهم بخ نمیدی. خب نمیخوای به من بگی چی شده؟ سلام. سلام. دکتر شهریاری کجا؟ رفتن اون وقت. خوش، بذار من کارامو انجام بدم بهت خبر میدم. من فقط منتظرم به من زنگ بزنی ساعتشو بگی. تمام، کاری نداری، خدافظ. سلام مجید جان. سلام علی آقا، خسته نباشی. با خانم قاسم صحبت کردی؟ بله صحبت کردم. خب ایشون هم نظرش عین منه. خب من نظر شما خانمتو نخواستم، میگم نرگس از شما افشنوی داره باهاش صحبت کنید بلکه راضی. علی آقا عزیز من، من نمیتونم کسی رو مجبور به کاری بکنم که خودم بهش اعتقاد قلبی ندارم. من چیکار به کار شما دارم؟ نرگس زن منه، هر جا من زندگی کنم اونم باید باشه و زندگیشو بکنه. خب چرا همون موقع که رفتی خواستگاریش نگفتی آقا من قصد رفتن از ایرانو دارم؟ صحبتی نشد منم نگفتم. خب این که استدلال بدتریه. تو با علم بر این که میدونستی میخوای از ایران بری و میدونستی اگه به ایشون بگی مجید. مجید چی علی؟ تو وضعیت منو ببین، استوب تو شب من تو این ساختمون دارم میرم و میام. نخوا که تو این وضعیت برم دنبال این مسئله. به همین دیگه، با اون رزومه علمی هر جای دنیا بودی رو سرشون میذاشتن و الوالواد میکردن. نه اینکه چیزی که وظیفه تو نیست تو اینقدر واسهش بدو بدو بکنی. اب نداره. شما به 2 روز دیگه فکر کن که این دانشگاه ساخته میشه، موقع آدما به جای اینکه نگاهشون به غریبا باشه میان همینجا درسشون رو میخونن، دعامون هم میکنن. این بهتر نیست؟ جالی. آقا مجری. سلام عزیز جان. سلام آقا، خسته نباشی. برای متین خانم رفتم 3 تا جوجه خریدم. واسه متین دیگه. حالا دیگه شما هم گفتین این خونه یه حیاتکی داره، جون میده توش مرغ و خروس بریزین. منم رفتم خریدم دیگه. مامان یه خورده باهاشون بازی کنم. نه دختر گلم، واسه بازی وقت زیاده. بودو برو سراغ درس ماش. مامان. متین من. بودو مامان جان، بودو. آقا مجید، شما هم لطف کن برای این جوجه های قفس درست کن. چشم، چشم. دست درد نکن. الان بریم بالا، مامانت بهمون قول نزنه، بعدش دوباره میای بازی. بودو دختر.
مجید جان، مگه من نیستم شما داری زحمت میکشی؟ حالا ایرادی نداره، چهار تا بشقابه. ببین کیه. باش. بله. سلام آقای قانه، خوب هستی؟ بله بله هستم. خواهش میکنم بفرمایید. آقای قانه. وای از صبح 10 بار زنگ زده، پیام هم داده که کار واجب به هم داره. چرا صبح نمیان سر کار ببیننت؟ نفهمیدم، گفت میخواد شما هم باشی. من؟ خب حاج مهدی، چی شد یاد ما کردی؟ یاد فقیر فقرا کردی؟ اختیار داری؟ آدم بی‌معرفت حق شرچ بهش بگی. قبول، من بی‌معرفت. به تو دیگه حرفو نزن، مردم اومد. من تا پا میذارم تهران، اولین کاری که میکنم به تو زنگ میزنم تا ببینمت. اونم با این پام نه، پای سالم. به جاشون پا تو خوب جای جا گذاشتی. پا فدای سرت، من دلم اونجا جا گذاشتم. آقا مهدی، من بزرگت نکردم ولی خوب میشناسمت. بگو ببینم چی شده اینقدر به هم ریخته ای؟ این همه هم اصرار داشتی خانومم باشه. بگو ما گوش میکنیم. نمیدونم چطوری بگم. هر جوری که دوست داری بگو. جوری دوست ندارم. اگه میبینه یکم تردید میکنم به خاطر اینه که آبجیمون نگران نشه. نه خواهش میکنم آقای قانه، شما بفرمایید، من نگران نمیشم. چشم. مجید جان، خودت خوب میدونی من خیلی وقت ترک سر کردم که درد سر نداشته باشم. هیچی هم که توی دنیا ندارم که بخوام نگرانش باشم. نه زنی، نه بچه‌ای. هیچ وابستگی هم این دنیا ندارم که برای رفتنم بخواد دست دلم بلرزم. ولی هم بستو وزارت هم دلم لرزید. هم ترسیدم. سیاه ترور منافقینه. اسم تو هم توشه. فقط من نمیدونم که چی ازت میدونم و چقدر ازت میدونم. تو اونم که دیگه اصلا مهم نیست که چی ازت میدونم.
من تایشو در بردم به خاطر شبیه سازی راکتور و محاسبات نوترونیکه که کلی هم سرسده رو انداخته. شما هم که با کد دانشمندان نوترونی میشناسن تو. حالا باید چی کار کنم؟ مجید تو که میدونی من این سر دارم هزار تا سودم نیستم که مراقبت باشم. تو هر کسی که میپرستی به رفاقت اون قسمت میدم نظر اتفاقی برات بیافته چون هر چی باردن خانه ایتی. رفیق قدیمی انقدر نگران نباش. خودت بهتر میدونی اگه خدا نخواد یه برگ از درخت نمیفته زمین. حالا چایی تو بخور. کسایی که عکسشون علامت گذاری شده تو کنفرانس های متعدد علمی شرکت داشتن اما استوار تو هیچ کدومشون نیست. طبیعیه. یادت باشه فهیم هم میگفت جلو هیچ دوربینی آفتابی نمیشه. الان باید چیکار کردیم؟ داریم رو سرورهایی که واسه ایمیلاش استفاده میکرده کار میکنیم. اگه اون بی وجدان رو گیر بندازیم از سرجوقه عملیاتیشون هم برامون مهمتره. من با اون سرجوخه تروریست کار دارم. اگه به هر دلیلی تو هر کجای دنیا رسیدیم به استوارت احتمالی به نظر شما دکتر فهیم حاضر میشه برای شناساییش با ما بیاد؟ چرا به پیشنهاد اول من فکر نمی کنی؟ به فهیم بگیم یه ایمیل بزنه به استوارت بگه ترسیده میخواد بره آمریکا. یه کاری کنه بره اونجا. من جای استوارت بودم به محض دریافت همچین ایمیلی بلافاصله متوجه میشدم شدم سوژه ایرانی هایی که میخوان ردمو بزنن. نه اینطوری به ایجا نمیرسیم. لااقل الان فکر میکنه به شک نداریم. جواب سوال من ندیم. نمیدونم به موقعیتش برمیگرده. اگه زود اقدام بکنید شاید باهاتون بیاد ولی اگه دیر بشه خیلی بعیده. بله قربان. الان کجایی؟ دانشگاه شهید بهشتی. خبر جدید؟ نه فعلا که خبری نیست. من امروز توی وزارت یه جلسه ای دارم. یه گزارش کامل از تمام کارا و تحقیقاتمون که تا الان انجام دادیم رو نیاز دارم. چشم قربان. تا یه ساعت دیگه روی میزم باشه. دلم نمیخواد دست خالی برم تو جلسه. بله قربان. برو وزارت. پرونده
لیستی تمام افراد ساکن خارج از ایرانی که با دکتر شهریاری در ارتباط بودن. اینجا رو ببینیم. ناصر عبادی. ندیده بودم اینو. من گفتم همه پرونده‌ای که از نظر اون بی‌اهمیتن رو بیاریم یه بار دیگه بررسی کنیم چند به دردمون بخوره. درست عمل کردی. خب دکتر ناصر عبادی طراح داخلی قطعات خودروه. تو فرانسه هم تدریس میکنه هم با چند تا شرکت خودروسازی همکاری میکنه. ربطش به شهریاری؟ با ایمیل با هم دیگه در ارتباط بودن. از سال 72 هم دیگه رو میشناسن. همون موقع میره فرانسه. یه ترم توی دانشگاه امیرکبیر تدریس میکرده. اونجا با هم دیگه آشنا شدن. به نظرم بد نیست بررسیش کنیم. خوبه. حاجت. بله آقا. تمام این ایمیل این آقا رو چک کن. بله چشم. سنگین کردی؟ خب طبیعی فشار رو کمر و زانو اومده اینجوری میشه دیگه. یه محبتی بکن این پمادی که آقای دکتر داد و شما هر شب پدر جون به زانوات بمال به کمرت بمال ایشالله که دردت بهتر میشه. ببینم شما مگه بیمه نیستی؟ چرا آقای مهندس بیمه؟ خب قاعدتا باید حقوق بازنشستگی داشته باشین که. آقای مهندس حقوق بازنشستگی کفاف نمی کنه. من 7 تا بچه دارم. ای داده بیداد. ایشالله سلامت باشین. سایتون بالا سرشون باشه. من شماره این دکتر رو گذاشتم تو جیبتون. حالا الانم پدر جان یه جایی رو پیدا کن، یه خورده استراحت کن، بده درد کمر بهتر شه، دوباره مشغول شو ببینیم بعد چیکار بکنی. دست شما زن آقا من داشت کار دارم من. پدر جان دست تنها دوباره بلند نکنی. از قرار حرفم گوش نمی‌کنی پدر جان. آقا شما اینجا تشریف دارید و من یک ساعت دنبالتون میگردم. خسته نباشید. بابا علی آقای فهیم چطوری؟ معلومه سرش کار می‌کنی ولی چه سری کاروارا رو انجام میدادم و الان کمک این بنده خدا می‌کردم. یه دفعه لباس رو عوض کن، بیقاطیشون کار کن. چه ربطی داره؟ کمکش کردم. این حرفا چیه؟ کسی که متوجه نیستی مجید جان. تو دکتر شهریاری هستی. دکتر مجید شهریاری. حضرت خودت رو بدون مراد هر کسی باشم علی جان. اگر این مدرک دکترای من و تو باعث میشه بین من و تو این مردم فاصله بیفته همین الان پارش کن بریزش دور. اگه قرار ما کاری برای این مردم بکنیم باید بینشون باشیم، باید دردشون رو بدونیم، زخمشون رو بدونیم، غمشون رو بدونیم، شادیشون هم بدونیم. کار شما آدم تربیت کردنه نه آجوری منو بر کردن. اینم کمتر از اون هست. من مادرشونم. بله اجازه بدین. سلام مادر جان. سلام بهجت جان. براتون تلویزیون آوردن. تلویزیون؟ چه تلویزیونی؟ من چه میدونم مادر. گفتن منزل آقای شهریاری. گفتم بله. گفتن براتون تلویزیون آوردیم. درو که برشون وا نکردی مادر جان. چرا؟ یا خدا برای چی درو براشون وا کردی مادر؟ من چه میدونستم که نباید در رو باز بکنم؟ در رو براشون وا نکنیم مادر. برین در رو قفلش کن. چرا؟ ما اصلا تلویزیون نیست بارش ندادیم. چی کار کنم عروس؟ مادر جان آیفون رو بردار ببین کی؟ آخه چرا به من نمیگی چی شده؟ مادر جان من فکر میکنم محسنه. شما بگه همون دورو بر باشه برم خودم میرسونم. آه.
Thank you.